چطورید بچه؟ خوش اومدید به یک حاجی. میدونم یه ماه ویدیو نذاشتم و هر جوری بخوام برخورد کنم بازم از هم شاکید و واقعا هم حق دارید که شاکی باشید، ولی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز قراره تو این ویدیو به آرزویی که از اول روزی که شروع کردم توی کارم به رسیدم، ولی قراره به شما هم نشونش بدم. خیلی جمله بندی میدونم درست نبود، ولی دیگه گفتم بگم. من میدونم هم خیلی توپل شدم، البته بودم، ولی خیلی توپلتر شدم و قراره که جدی جدی، یعنی دیگه مثل ویدیو گذاشتنم که میگفتم میذارم نمیذاشتم، ولی قراره بذارم، برازش رو هم شروع کنیم. خب بچه ها، اون آرزویی که گفتم میخوام بهش برسم چیه؟ البته رو تامنیل و تایتل ویدیو دیدید. بچه ها، من بالاخره خونه گرفتم و بالاخره مستقل شدم، به چیزی که میخواستم رسیدم. یعنی همیشه که نه، یه چند تا وایس بکنم که تلگرامم دارم که گفتم آقا آرزو اینه، تمام تلاشمو دارم میکنم بتونم این کارو انجام بدم. و توی یه سری از استریمام این حرفو زده بودم که آقا مثل کاسترو، مثل خیلی از یوتیوبرهای خارجی، یه خونه واسه خودم داشته باشم، نت خوب داشته باشم، بتونم استریم کنم و همه اینا رو توی این خونه‌ای که گرفتم دیگه میتونم داشته باشم. امروز اصلاً ویدیو رو از دست ندید، خیلی ذوق دارم. لایک و کامنت و سابم یادتون نره. حاجی بریم دنبال، بریم سراغ ویدیو، بریم بریم. خب بچه ها، اینجا اتاقیه که من ویدیو گذاشتن رو داخل شروع کردم. این آخرین بک‌گراندمه که میبینید، دیوار ترکیده چون یه بار کاغذ دیواری قبلا زده بودم و یه بارم پی وی سی زده بودم و کلاً دیوار ترکیده و باید یه گچکار بیارم اینجا رو درست کنم، ولی فعلا واقعا خالیم و کلا خواستم اتاقی که توش ویدیو ساختن رو شروع کردم و بهتون نشون بدم. یعنی اینجا اون اولم اتاق من و خواهرم بود، من خواهر کوچیک‌تر دارم، یعنی من تنها توی این اتاق نبودم. اینا هم اتاقشه که دارید میبینید، فن این اسم این پسره رو یادم رفت، تو وان دایرکشن بود، تیلور سویفت رو دوست داره دیگه، نمیدونم، خیلی با میا پلیز واقعا لذت میبره از ویدیوهاش. انقدر ولاگ نگرفتم شبیه اینایی که اولین باره دارن ولاگ میگیرن دارم صحبت میکنم. بریم ادامه ویدیو، بریم بریم. خب بچه ها، من میخوام الان بهتون نشون بدم که اولین بک‌گراندم کجا بود. یه داستانی بگم چون اینجا خیلی واسه من خاطره داره. 2 سال داخلش ویدیو ساختم، بیشتر از 2 سال، و تک تک جاهای این اتاق واسه من، یعنی تو ساید ویدیو ساختنم و زندگی خودم خاطره است، چون چندین سال اینجا زندگی کردم و الان دارم از خانوادم جدا میشم و یه حس عجیبی هم داره، یه جوریه کلن. بچه ها، این تیکه رو من، یه تلویزیون سامسونگ بود، اولین روم توری هم که داشتم توش هست. اینجا جای PS5 هم بود و یه تخت من داشتم، تخت اینجوری صاف بود و من این لبش میشستم و دقیقا روبروم تلویزیون بود و ویدیو میگرفتم، با PS4 ادیت میزدم و میذاشتم داخل یوتیوب. بعدش بچه تونستم با کمک پدرم، یعنی خودم هیچ بودجه نداشتم، الان ازش تشکر میکنم، تونستم یه PC بگیرم و PC اومد اینجا میزش و بک‌گراند من شد اینجا. این برای بچه ها این کمد دیواری آشناست و یعنی PC گرفتم اینجوری شد، فیسم اومد، وبکم داشتم. بعدش بک‌گراندم شد دوباره اینجا و آخرین بک‌گراندی هم داشتم همین ویدیوهای آخرم بود که پشتم یه دیوار آجری بود. بعدش هم که PVC اومد، در شاید اندازه مثلا زیر 10 تا ویدیو پشتم PVC حالت سه‌بعدی اومد که خیلی بچه ها خوششون اومده بود. میز کامپیوتر من اینجا بود، اینجا میشد بک‌گراندم که میگم اول کاغذ دیواری آجر اومد، بعدش PVC زدم و این بود از روند من توی این اتاق که میگم کلی خاطره واسه من داشت و خیلی اینجا رو دوستش دارم، ولی نه اینجا نتم درست و حسابی داشت و من نمیتونستم هر لحظه‌ای که بخوام ویدیو بگیرم، چون اینجا آپارتمان همسایه هست اذیت میشن. بریم خونه‌ای که گرفتم. سلام بابا، خوبی؟ داریم میریم؟ آره داریم میریم الان. بابا یه سوال ازت دارم، نظر چیه دارم میرم دیگه؟ سلام آقای غفرانی، خوبی؟ مهمونه دیشب چه؟ آقای غفرانی همسایه‌مونه، یکی از کسایی که باعث شد من PC بگیرم، ما همینا برام نمیگرفتن. دست شما درد نکنه آقای غفرانی. بابا خیلی دوستت دارم، مرسی که تمام آقا همیشه تاییدش کردم دیگه. آقای غفرانی، تمام تلاشمو میخوام کنم بهش اثبات کنم که ان آقا من به 2 تا لایک میدم، حسابیا بهت میدم، دلمون تنگ میشه دیگه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خداحافظ بابا. مسواک بردم. غذامو یادم رفت. سلام علیرضا. سلام مجسمه گل. خوبی آج علیرضا؟ نظرت چیه که الان داریم میریم خونه؟ داداش خیلی خوشحالم. پدرم توی راهپله دیدم، ازش تشکر کردم. همه دیگه. قربان شما.
خیلی خوشحالم آقا اسلام. آقا علیرضا یوتیوب سنگ اندازی نکنه ما پرچمو میبریم بالا. ان شاءالله که خونه میخریم. ببین یوتیوب که سنگ اندازی نمیکنه، در اصل اونهایی که پشت میز نشستن سنگ اندازی. متوجه هستی شما؟ بله. دلم برای این معیج میشه، میگم دلم برای این محل تنگ میشه، انگار دارم میرم اسپانیا. میایید دیگه؟ آره گفتم هفته یه بار میام اینجا سر میزنم، چون خانواده یا بچه‌ها یه چیز بسیار مهمه. آقا ما دیگه برسیم به خونه. چقدر نور خوب شد. بچه علیرضا رو راستی معرفی نکنم، علیرضا پسرعمومه و ما از بچگی من با علیرضا ویدیو نهرم، حالا یه روزی یه ویدیو با علیرضا میگیریم و امید خدا با کمال من. آقا میبینم اتون. بچه سلام. شاید بگید حسام کجایی؟ مگه خونه‌ت اینجاست؟ بعد چه اومدیم ایران مال دو سه تا خرید واسه خونه بکنیم و قیمت‌ها رو بهتون نشون بدم. تورم رو قراره تو این ویدیو ببینیم. محتوا داره ویدیوهای من. بریم. بچه بریم. ماما. یوریه؟ الان ما چی بریم اینجا خرید می‌خوام کنیم؟ نه رایگان اینجا تخفیف ایران رایگان بود یا تخفیف 100 درصدی دادن بچه‌ها اینجا. آره یه کد می‌زنید شما تخفیف رایگان. اگه خریدمون بالا ۵۰۰۰۰ تومنش تو این ویدیو یه بن خرید ۵۰۰۰۰ تومانی تو کامنت‌ها می‌خوام بذارم واسهتون. حتما کامنت بذارید برام. اومدی چی ببینی؟ روغن. بچه اومدیم روغن بخریم، یکی از نیازهای اولیه خانوارهای ایرانی که برای پختن غذا نیاز. متاسفانه میبینیم که خیلی ارزونه، 10,450 تومنه. خیلی خوب شد، فکر نمیکنم تو این چند وقت قد دلار بیاد پایین. دیدی که 57 تومن شد 54 تومن. بچه پولمون نرسید به 1,000 تومنی 500 تومنی میخواییم بگیریم. 500 تومنه میده پشما آقای رئیسی دمت گرم. برداریم تا میتونیم برداریم. اونی فقط راه رو دوست داری یا چهار خونه؟ من چهار خونه. چی و چهار راه رو دوست داری یا چهار خونه؟ بسم الله تیشرت. احبه جوراب اون سفتاش 50 تومنه، چپیه ستا 50 تومنه. نوشته اونا هکی ستا یه جوراب 50 تومن. بچه ستا جوراب بخرید 50 تومن. دوست عزیز یه سرم موها بزن بذاری دو روزم بعد بگذره. اسلایم میخوای؟ خیلی هم به درد میخوره آخه. من زنم اسلایم بخرم. زن چیه؟ زن دارم مگه. چرا واقعا دوتا اسلایم خریدی؟ دوستان عزیز شما وقتی لباستون کسیف شده چی احتیاج دارید؟ به یه لباس شوی نه منظورم قبل لباس شوی به رخچرکاتون رو بزید که چیزی خیلی ارزونه هاجی 1,600 تومن. اینقدر قیمت پایین نگیده بودم. برداریم هاجی دمشون بچه بعد سبب به این چیزی دیگه احتیاج دارید مایه لباس شوی که میتونیم با تایت و مایه ظرف شوی هم بشوید لباس شوی. این ور دوستان عزیز دوستان رسید نقش مهم کار که واقعا اگه نباشه چی شما من نمیتونم ویدیو بگیرم نمیشه. چای محمود بگی. ماش محمود هفتیر کش احمد تو راه بچه داره میاد خونه احسان. شهرزاد فیلمش هنوز پخش میشه؟ باشی من با مریم بیشتر حال میکنم. مریم مقدسه؟ همینو ورد بریم آنه تو بردن. بچه ها اینو برداشت. بچه ها پشیمون شدیم یه چایی 50 تومانی رو با یه چایی 130 تومانی عوض کردیم. بشه بسه بگیم بچه اینا ورزشون خوبه، این خارجکی هاست با شیر میخورن صبح. گیر کردی که کدوم برند خارجی انتخاب کنی؟ نه اینا خیلی خوبه. از اینا من نظرم یه دونه خارجی ها معتاد ها نمیگیرم. چه زوخی کرده برچه رو مریضه این بچه ها. تو کامنت ها بنویسید حسام مریض. حاجی 30 تومنه. حاجی خوبه بخش مورد علاقه من. زوم کنی کم خوب به به. تو
ترشیایی که به رایگان. بادیگارد اینا این؟ مغزم خط شد، فکر نمی‌کنم اینقدر خرجش شده باشه. خوب بله بله دوستان، از آغوش پدر مادر جدا نشید تا میتونید تو آغوش پدر مادرتون با خیال راحت بخوابید. تا دو سال دیگه این کارو بیر کسن نه بیر کسن نه گرمه سن نه والله. شاید بچه‌ها بخوام منم ببینن. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ولاگ دیگه از چند من. اومدیم که خرید بکنیم بچه‌ها، توی هایپر استار هستیم. حسام هم آوردم امروز با خودم. محمد حسین رو داریم داخل تصویر. مختار هستم به دنبال دوستان برای سه ماه داستانم هستم. هر کسی مجرد هستی شد دوست مجرد داره حتما من برم بفرسته، دایرکت بفرسته. چی میخوریم آمانم؟ پنیر میخوری؟ بچه ها بالاخره بعد از چند دقیقه که دیدید من میخواستم خونه میرسیدم دنبال خونه بودیم نخیر در باقی رو شما کاری نداشت. رسیدیم به خونه، چرا انقدر سرصدای توی پارکی؟ من اینکه آسانسور دارم چشون میشه این همه توی پارک خونه چهار تا داره، چهار تا آسانسور داره. این همه آسانسور داره، این همه آسانسور داره، این همه لابیشه. محمد اصلا میشه بری داخل آسانسور؟ کلید خونه رو بچه ها میبینید و الاسانسی رو بستش. آمد حسین خواهم میشه بخورم ات. بچه ها رسیدیم نمه در خونه ات، این هم کلیدشه و اینجا خیلی ساکته. با بچه ها در رو باز میکنیم، یه جوری دارم برخور میدم، میخوام میخوام بریم تو کاخ ناتیف ها. برو اوکی. آره بیا نه یا کاخ نه من بگیرم چیز بازم نه چی کسی یا الله خواهر رو بگیرم، خواهر رو بگیرم به خونه سمسما. از همین اول ببینید که آجی اول فیبر رو بگیرون بالا. بچه ها فیبر داره، زوم کن. بلد نیستم. تو ادیت زوم میکنه. آره تو ادیت زوم کنی. خب دوستان اینجا ورودی خونه است. شما اینجا کفشات در دستشویی اینجاست دیگه، دستشویی که نمیخواید ازش بگیرید. بیایید بچه ها این جز از خونه من و اینجا پذیراییش. فعلا اینا وسایلی که گرفتم هنوز نبردم تا باید ببرم. یه دمپاییه که یه لنگش گم شده نمیدونم کجاست. و اینجا که آینه قناص داریم دوستان. چرا من میگیری؟ حس بکنم خوب فیلم برداری نمی کنی. جفتش تو کار ویو نخوره این ویدیو، از خیر تو میکشم بیرون آقای محمد حسین. یک ماه ویدیو نداشتم چرا؟ دوستان عزیز خوش اومدید به آشپزخونه بسیار چیز. این برنج محسنه که میبینید این زیر. این هم اصلا برای من نیست، خدا وکیل این برای من نیست، برای محمده. این الان نیست، او مامان محمد داره یوتیوب اما خب حالا برای محمد نیست، برای محمد حسین. خب بچه آشپزخونه رو هم دیدید، اینجا یه دونه چیز بالکن هم داریم، یه بالکن هم بگیریم. بچه اینجا هنوز لامپ پس نکردم ولی بیا تو، بیا تو، اوف بیا بیا من تو تنها میشیم تو بالکن. بیا خب دوستان عزیز اینجا استایل واکینگ ددیه و یک چیز بسیار عجیب و غریبه و بسیار عالی. اینم از بالکنه دیگه. اینجا دو تا اتاق هم داره، یه اتاقش میشه اتاق خوابم که هنوز فعلا تخت و اینام نیومده، به خاطر همین میگم اینجا کامل نیست. یعنی دهنم سرویس شد، نزدیک یک ماهه که اینجا رو گرفتم و انقدر سخت بود چون وسیله نداشتم، بعد میخریدم پر میکردم، چرا همین نتونستم ویدیو هم بذارم. انقدر ذهن و فشار رو ذهنم درگیر بود، فشارم روم بود. و اینکه این اتاق رو بچه ها ببینید، این اتاق رو این وسایلی که ما میخوابیم اینجا با بچه ها، این هم که کارتون یخچاله، این هم نشون بده بخواید یا تو داخلش رو نبینیم واسم کلن اتاق رو ببینید. میگم کامل بشه تمام چیزهایی که بخوام بخرم یه چیز ایدئال بشه 100% یه ویدیو خفن داریم. آقا بریم سراغ اتاق کارم. بیاید که نشون اصل ماجرا اتاق کاری که قرار داخلش ویدیو بسازیم. یه سقفش خالی اینجا داریم، میگم چیز کامله نیست. این بک‌گراند نمی که حالا دیگه اون بالاهاشو نزدم چون اصلا توی چیز نمیفته، توی دوربینمون نمیفته. اینم از آبمونه. اینجا بعضی موقع استریم میکنم، بیا بالا توییچمون رو این پایین میذارم. قرار از این موقع چون اینترنت خوبه، فیبره دراگ فریم نداریم، قطع نمیشه، استریم بکنیم بچه راحت دیگه بدون دغدغه فکری در مورد اینترنت میتونم استریم کنم، چیزی که آرزوم بود. خب بچه ها نکته ای که بود اینترنت رو گفتم، همیشه شو گفتم. یه دونه تست اسپید هم میخوام تو این ویدیو بگیرم چون اینترنتی که دارم فیبر نوریه، یه جوری میشه گفت بهترین اینترنتی که دیگه تو ایران داریم. نکته ای که هست یار اینجا اتاق کارم، من قراره یه
20 تا پنل آکوس دو سه تا کنه چند تا پنل آکوس که هم پشت دیوار بخوره صدام بشکنه. الان صدام داره میپیچه چون این اتاق خالیه. اینجا هم تو پنجره است. اینجا رو در آینده میخوام یه تلویزیون بزنم اینجا، یه دونه مبل کوچیکی که تخت خواب شو هم بشه بذارم اینجا که بتونم موقعی چیل کنم اینجا ویکند بزنم و سریال ببینم. اون اتاق هم که میگم فقط میشه برای خواب و لباسام و این چیزا. اینجا هم کمد دیواری بزرگ داره بهتون نشون بدم که اینا همه کارتونایی که آوردم و یه دو تا پنل هم اینجا داریم که میتونستیم اونجا بزنیم و این نزدیم. ببینیم همچنان محمد زده آجی یه چیزی بگم دمه کسایی که کمک کردم و سامان هم خونم کرد. محمد خیلی کمک کرد، کل اتاق محمد باسم چید. من خیلی واقعا اصلا یه وضعیت و امیر محمد هم دمش کم، پدر و مادرم دمش کم خیلی کمک کردن. و اینکه از محمد حسین هم تشکر میکنم، اومد اینجا کلی جارو زد و الان ما یه چند ساعت قبل یه فکرم یه روز پیش اینجا فرش بودیم، یه وضعیت بدی داشت اینجا. حالا اینجوری میبینی تو ویدیو بدتر از این چیزی بود که بود که دیگه تمام شد. بیا تست بگیرم ببینید داستان رو ببینید. و یه نکته ای که داره بچه ها تا 300 مگابیت هم سرعت اینترنت میده، ولی مودمی که تو ساختمون ما تا 100 مگابیت اینترنت میتونه بفرسته توی خونه اگه درست گفته باشه. یعنی الان که من اینجا تست اسپید میگیرم تا همون 80 90 100 این دور و برای ما سرعت میده. نگاه کن 93 مگابیت دانلود یه ذره حالا اومد پایین. بدون لگ بچه ها من میتونم فیفا بازی کنم، واقعا اذیت نمیکنه. همین دیشب ساعت 4 و 5 صبح به چند از ویکند لیگ بازی کردم، واقعا مشکلی از لحاظ نت نداشتم. و اینم که آپلودش رو داشتم حرف میزنم آپلودش رو گرفت. و اینم هم بود از عوض کردن خونه من، دیگه قراره که آقا ویدیو بذاریم. یعنی الان این ویدیو میاد، من سه تا ویدیو دیگه هم آماده کردم، سعی تلاشم میکنم ویدیو بذارم. یعنی باید این کارو بکنم بچه‌ها. یه جاهایش بر سر تنبلی بوده 100% نمیتونم بگم همش از لحاظ روحی بوده، یه جاهایش به خاطر فشارهای روحی که رو همه هست. اوکی تمام جوانایی که الان دارن تو این کشور زندگی میکنن شرایط روحیشون تو تاپ ترین حالت ممکن نیست، جز شاید یه اقلیتن، واقعا اکثریت اینجوریان که واقعا حالشون اوکی نیست با چیزایی که براشون اتفاق میفته، شرایطی که هست. منم جزو این جامعه ام، میدونی چی میگم، منم جزو این جوونا ام. و دوستتون دارم بچه‌ها، خیلی دمتون گرم که اینقدر برام دایرکت دادید، اینقدر کامنت گذاشتید. آقا بیا تو رو خدا ویدیو بزن، اینا واسه من دلگرمیه که شما رو دارم و سعی میکنم واقعا قدرتون رو بزنم. دوستتون دارم، مرسی از همونایی که باز کمک کردن. خدا نگهدار. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود.